سلام میدم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و برنامه چشم‌انداز ها. با تبدیه روزده هستیم بار دیگر درباره مسائل مهم ایران جهان با تبدیه روزده هستیم. سلام بر تو تبدیه روزده هستیم. خیلی ممنون، منم همینطور به خودت و شنوندگان و بینندگان عزیز سلام دارم. بحران همچنان در حال اوجگیریه، بحران کرونا، قربانیان گسترده و ممنوعیت هایی که در شب یلدا در تهران میخوان به اجرا بگذارن، پرستاران در واقع به شدت زیر فشار مالی و فشارهای ویروسی و بیماری های گسترده، صفهای طولانی بیمارستان ها و متاسفانه گورستان ها. در این حال اقتصاد در هم ریخته و بدون هیچ چشماندازی و ویرانی ها و ویرانگستری های بسیار بیشتر و بیشتر. در این حال مسئله زم و اعدام سریع و در واقع شتاب زده او بار دیگر سوالهای فراوان و جعبه های رازآمیزی رو در مقابل ما باز میکنه که بسیار توی این شرایطی که مسئله مذاکرات ایران و آمریکا و تغییر دولت در ایالات متحده مذاکرات رو باز به صحنه سیاسی ایران و جهان در واقع منتقل میکنه برای ما حائز اهمیته. در این حال مسئله بودجه، عدم حضور روحانی در مجلس و رئیس مجلس و ممانعت از سخنرانی معاون رئیس جمهور در رابطه با بودجه، همه و همه حوادث این هفته رو در واقع در مقابل ما باز میکنه. برای اولین سوالم، ماجرای زم بسیار بسیار در واقع رازآلوده همچنان، علارغم مرگش، علارغم ننوشتن وصیت‌نامه یا عدم اطلاع او از اعدامش، فشارهای وزارت اطلاعات، تکذیب بیت سیستانی در ارتباط با مداخله حکومت، در واقع استفاده حکومت ایران از نام این آیت الله، و همه و همه رازهای ناگشوده ای رو در مقابل ما باز میکنه. شما چه ارزیابی از این مرگ دارید؟ در این حال که میشه گفت که باید محکوم کرد این جنایت در واقع سازمان یافته دولت ایران رو علیه مخالفان سیاسیش و دفاع کرد از حق به حیات همه مخالفان، اما خود این مسئله موقعیت ایران رو به شدت در واقع زیر ضرب قرار داده و میدونیم که پارلمان اروپا و بسیاری از مقامات سیاسی در جهان این اعدام رو محکوم کرده. بفرم. بله، این اعدام زم به هر حال پیامدهای خیلی زیادی داشته و همچنان داره. یعنی اونطور که مثلا رژیم فکر میکرده که میتونه مثلا اعدام کنه، یه سبوعیتی نشون بده بعد تمام میشه، در شرایطی که امروز ما قرار داریم به دلیل پیامدهاش گریبان رژیم رو گرفته و از قضا مسئله ایست که هنوز هم رژیم باید تاوانش رو پس بده. به دلایل این پدید اتفاق افتاده. رژیم همیشه خشونت داشته، همیشه سبوعیت داشته، همیشه مقررات و ضوابط قانونی خودشو، همین قانون که خود ساخته هست، هیچ مردم و جامعه و نقشی توش نداشته، همین جوام همین قوانین رو لغو میکرده، زیر پا میذاشته. متا در اینجا این مسئله چنان ابعاد پیدا کرده، از یک طرف چنان زیر منظر نظارت عمومی ذره‌بین جهانی قرار گرفته بنا به دلایلی، که خودش اصلا تبدیل شده به یک معضل جدی برای رژیم که چگونه رفع و رجوع بکنه پیامدهاشو.
یکی از به اصطلاح مسائلی که مطرح بود، یعنی پرسشی بود که همواره همونطور که اشاره کردی واقعا جواب قانع کننده آدم، با توجه این که رژیم خب پنهانکاری میکنه، اطلاعات واقعی رو درز نمیده، همه چیز زیر در واقع پرده و پوشش انجام میشه، مطرح شده بود این بود که رژیم چرا به این شکل در با توجه به تمام جهان هم داره نظاره میکنه، روزنامه ها دارن مینویسن، رسانه ها دارن این مسائل رو بررسی میکنن، خود به اصطلاح پدرش یک روحانی بوده، تو روحانیت اینا مطرحه طبعا، یعنی از اون در اومده، ما میدونیم روح الله اعظم پدرش اون موقعی که متولد شد 1357، یعنی درست همون انقلاب بهمن، اسم روح الله رو گذاشت، پس که عشق و شیدایی به خود خمینی داشت، ولی اینها حتی این اسم روح الله رو همونطور که پدرش نوشته در یکی از همین توییت ها و مطالبی که میزنه این روزها، که چگونه حتی اینم برمان تعمل نکردن، نمیتونستن اسمش گذاشتن نیما، یعنی اسم مستعار اونو رئیس قوه قضاییه در ابلاغ رسمی به کار برده، در حال که این برخلاف شیوه های متداول عرف یا قانونی رژیمه با اسم مستعار، چرا؟ برای که حتی رژیم اونقدر قول معروف فرسوده شده و قدر مثلا میترس مثل مار مثلا زخم خورده که آدم کسی از ریسمان سفید و سیاه میترس از چنین ماری، خب این مسئله باعث شد که اسم روح الله حتی تداعی خود خمینی رو نکنه، یعنی برایش این مسئله بود، حالا که اعدام میشه مطرح میشه اگر روح الله رو ما اعدام کردیم، یک آدم مثلا غیر مذهبی مثلا نیمار کرد، خب جب که دیگه، یعنی رژیم به چنان مسکه مثلا رو آورد، تمام دستگاه هم بسیج شده بودن، از قوه قضاییه، مجلس، مقامات امنیتی، حالا اون مثلا بازجویان و جدای امنیتی که هیچ، یعنی حتی من فکر کنم تا خود خامنه‌ای هم در رأس این مسئله در حالت آماده‌اش بود، شورای امنیت ملی کشور و غیره و اینا، مسئله به این صورت بود که این از چند جنبه مهم پیدا کرد، که خب خود دولت‌های اروپایی که بعد از مدت ها میخواستن، حالا برجام هست داره میاد، یه بود فعال میخواستن بکنن اون دادستد اقتصادی رو، حالا روی کاغذ برای اینکه امید ایجاد کنن و تشویق کنن رژیم رو که برگرده به برجام، چون هدف هستش که رژیم اون تعهداتی که برجام هست لحاظ سوری، تعهدات رو که زیر پا گذاشته و خیلی موجب نگرانی شده، آستانه رژیم رو به هسته ای بمبتومی کم کرده، اینو به اصطلاح با اومدن بایدن یه مقدار به اصطلاح امید بخش و فعالیت های به اصطلاح همون اینستکس و یا فعالیت های مربوط به بانک و اقتصاد و سرمایه اینا رو یک کمی داغ کنن، و همین دلیل نشستی که گذاشته بودن کشورهای مثلا همین چهارگانه در تهران، به دلیل که همین مصادف شد با یه چینی بربریتی، بر اونام رسوایی بود که بخوان در یه چینی شرایطی به ایران در واقع یه دیه هم بدن، دست مریضات هم بگن، خب اونا معلوم بود توی شرایط چنین چیز رو نمیتون تحمل کنن، ولی اون که قلبن هم دلشون بخواسته بذارن برای اقتصادشون ایناشون راه و باز کنن، حالا چون اونام بوی کباب شنیدن، مثلا فرض کن بایدن داره میاد دوباره میشه اون کارخونه ها رشته ها فلان، و در این حال ایران هم یه مقدار مأخوذ به حیا بشه، از اصطلاح خود آخونده استفاده میکنم، که یه مقدار رفتارش رو کنترل بکنه با توجه به مراودات و چراغ سبز زدن ها. خب با توجه به اینها درست در همون شرایط یه دفعه رژیم هر هنری مثلا هیچ هنری نداره، ولی یک هنر رو داره و اون اینه که میتونه در سر بزنگاه بهترین ضربه رو بزنه، منافع خودش به خرابکاری کردن تمام اون صحنه که چیده شده بود، اون زدن اون کوزه شیری که میزنه ها ریخته میشه، قشنگ در لگد زدن در شرایط فرصت های طلایی استاده، یعنی اصلا تبحر داره، و همین دلیلی که خود انتحاری خود زنی یکی از ویژگی های این رژیم در تمام لحظات طلایی به اصطلاح، اینجا هم یکی از همون فرصت ها بود که لگد رو زد و کوزه رو ریخت،
در شرایطی که میخواستن مثلا فرض کنن یه گشایش اقتصادی صحبتشو بکنن، آماده تدارک برای دور پسا ترامپ، این که باطل شده، اونا مجبور شدن فعلا تعطیل کنن، حداقل دومشو بذارن کولشون برن چهار کشور. خب به همین دلیل یک بچش بود، یعنی رژیم میخوام بگم پیامدهای مهمی براش داشت. در خود به اصطلاح نشست آژانس و شورای امنیت، یعنی در مورد ایران به اصطلاح برنامه‌ای داره برجام، اونجا هم در واقع با تنش و بحران اونو تعطیل نکردن اروپایی ها، به خاطر اینکه اون درست هدف اصلی بود، اصلا میخوام مچ رژیم رو بگیرن کنترلش کنن، در جمعه نمیزن تعطیل کنن، رژیم از خدا میخواست اونو تعطیل کنن به اصطلاح که اصلا کاری نداشته باشه، ولی نه اونجا موچش میخواستم بگیرم. من اونجا شروع کردم به انتقاد کردم به همین خشونت، بعد از اینکه پارلمان اروپا و کشورهای دیگه همون مثلا تحریم ها رو حتی اروپا وارد شده، ولی واقعیت اینه که برجام اول دیگه دورانش با اومدن برخلاف تصور عمومی که جو بایدن اومده تمام شد، یعنی تمام رسالت و تمام کار کرده همین بود که تا موقعی که ترامپ هست اینو حفظ کنن، موقعی که شرایط عوض شد مثلا یک برجام مثلا دومی رو شرایطش مثبت در شد، اون دیگه عمرش تمام شده، برجام تمام شده، حالا رو کاغذ دارن جسدش رو نگر میدارن به خاطر اینکه اون اگه بذارن مشکل میشه اتصالش با برجام دوم. خب این یک مسئله. مسئله دیگه اینه که یکی از عوامل دیگه ای که این رمز و راز رژیم رو که این همه تلاش میکرد اینو فریب بده یک زندانی رو، یک دولت با تمام قدر قدرتش افتاده به جان یک زندانی در آخرین لحظات، حالا همه کاراش کرده، شکنجه ها، بازجویی ها، بازجویی در بازجویی مکرر، همونطور که خودش هم افشا کردن الان یه خانواده‌اش میدن، نه یک بازجویی، بازجویی های تمام شده، دوباره بازجویی، دوباره با وسیله اون نهاد، این نهاد، ببینید همه اینها صورت گرفته، ولی رژیم هر لحظه داره اینو فریب میده، یعنی از دنیای واقعی که داره تو میخواد اینو بیخبر نگه داره، یعنی یک نگرانی بزرگی میبینی در رفتار رژیم که چرا داره این کار را میکنه در این حوادث، چون برای یه حکومت خیلی زشته که در شرایط جهانی که همه در واقع دارن نگاه میکنن نظاره هست بسیار چنین دروغهای سرهم بندی کنه پشت هم، نظر وصیت بکنن نگه به اصطلاح تو رو میخوام اعدام کنیم در همین آخر لحظات ها، و بگن تو رو میخوام داریم مبادله میکنیم، بخوان ازش یک به اصطلاح اقرار و اعتراف نامه دیگه ای برای خودشون تبلیغاتشون توجیه این کارشون و مشروعیت به اصطلاح تراشیدن تولید کنه در همون لحظات واپسین، حتی به خانوادهش فشار بیارن که مبادا، چون به اونا بالاخره بعد میگفتن این داره اعدام میشه روزای آخر، ولی ساعتش و زمانش باز نگفته بودم به اونا، اونطور که اونا میگن. ببین همه تلاش های عجیب غریب اصلا یک مجموعه یک دو جین اقدام رژیم کرده تمام از بالا تا پایین که این نفهمه که چه چیزی داره اتفاق میفته. یکی از دلایل این که حالا روشن شده به نظر خود من و روزنامه های اینطوری آدم میبینه گزارشات که میبینه چه استنباطی هست، یعنی آدم به دست میاره که یک از دلایل موش همین مسئله فریب دادن این بوده که این نفهمه که ماجرای بحرانی که بین رژیم و سیستانی دفتر سیستانی ایجاد شده این اطلاع پیدا بکنه. حالا این ماجرا یک کمی باید صحبت کنم توضیح بدم باز کنم چرا. ببینید مسئله بسیاری اینه که خب مرجعیت سیستانی و نقش مهمش در کشورهای بسیار جهان شیعه در ایران هم تا نفوذش و بعد برای رژیم، برای خامنه، برای کل روحانیت مرجعیت معلوم این رابطه و حالا یک رابطه با هم دارن، رابطه ایران عراق هم خیلی مهم بوده برای رژیم ایران که با دولتش، با به اصطلاح افکار عمومی، با گروه ها و انواع اقسام مسائل که تو عراق نفوذ داره، ببین همه اینا مطرح رژیم در واقع در چنین شرایطی میدونیم که از مهر و از دفتر و از همه جعلیات این استفاده کرده برای اینکه به دام بندازه اونو، و بعد اینو خب میتونسته هم کاری که تا حالا کرده به لحاظ رسمی هم منکر بشه بگه نه مثل بقیه چیزاش، و
پس بنابراین اینجا یه مسئله که مواجهه که رژیم تمام تلاشش این بوده. حالا از یک طرف دیگه فشار افکار عمومی، فشار نهادهای بین المللی در داخل، در بین المللی به سیستانی و دفترش که این سوء استفاده شده همه جا، چون دیگه تبر رسواییش همه جا زده شده که رژیم کار کرده، این فشار مجبور شده برای حفظ حیثیت خودش دفتر به ایران فشار وارد بیاره. و معلوم شده در گزارشی که خود این دفتر الان منتشر کرده از کی، از یک دو ماه پیش از مهر ماه درخواست کرده که به این مسئله توضیح داده بشه. رژیم هی اینا رو سر میدونده، تأخیر به سا جواب داشته نمیداده و علت داره. و آخرش هم وقتی جواب داده بعد از مثلا در پایان آبان ماه، یعنی مثلا یک دو سه هفته قبل از این ماجراها، مجبور شده جواب بده. اونا گفتن ما علارغم پیگیری های مکرر به این نتیجه رسیدن، یعنی که رئیسی مجبور شد ملاقات کنه با نماینده دفتر سیستانی در قم و بعد توضیح رو بده بالاخره، که ما نبودیم. توضیحش هم اینه که ما نبودیم، حتی این هم نمیتونسته بده. چرا؟ یکی از دلایل مهمش میتونه باشه و هست که اگر چنین چیزی پیشا پیش قبل از اینکه مثلا زن به این حالت فوق العاده و قرنطینه در قرنطینه دچار بشه، چون برای رفتار ارتباطات خانواده زندانی باشه، اگر از این جریان متوجه بشه چه بسا شروع کنه به افشاگری در این مورد و واقعیت رو بگه. چون طبیعیست حتی اگه میگفت میتونست خیلی تأثیر بذاره در روندها، در مسیر، ولی رژیم دقیقا اینها رو به اصطلاح تأخیر میداخته، خود اونها رو در واقع دنبال نخستی ها میفرستاده، همین دفتر سیستان رو، که سرعت بده به پرونده. و به همین دلیل یک سرعت فوق العاده ای که اصلا غیر قابل فهمه. رژیم میدونی که حتی دادرسی به اصطلاح نهایی رو که میتونه بعد از اینکه دو بارم تایید شد برنامه‌ای مثل قانون خود حکومت میتونه اعتراض کنه. حالا تشریفاتی از هر چی هست مهم نیست، مهم اینه که مدتی بعد تأخیر بفته، آخرش میگن رد شد میبرنش اعدام میکنه. ولی این حق هستش که نهایتا یک اعتراضی بکنه، به وکیلش بعد خبر میدادن، به خانواده، همه اینا رو همه رو لغو کرده، یعنی همین مقررات سوری قانونی خودشو، همه اینا به خاطر اینه که این به قول معروف بمب انفجاری اگر چاپ میشه باید بکشن. و شروع کردن مدیریت دادن، سازماندهی مهندسی که اینو جوری بکنن تقارن اطلاع به سیستانی و پرونده این و اعدام و بیخبری مطلق این، تا این مبادا شروع کنه به این ماجرا رو افشا کنه، به عنوان یک سند مستند وجود داشته باشه که رژیم دیگه در موقع اصلا نمیتونست هیچ وقت از عهده‌اش در بیاد. خب این حادثه الان ولی الان خب مسئله وقتی روشن میشه، افکار عمومی جهان، این سرعت، این ماجراها، این بیانیه‌ای که دفتر سیستانی داده که چجوری دفعه وقت میکردن در پاسخ، همه اینها مثلا روشن میکنه. خب مجموعا اینا باعث شده، یعنی این سیستان، اون بین‌المللی، اون به اصطلاح اروپا، پارلمان، همه اینها و شرایط افکار عمومی داخلی که برانگیخته شدن این اعدام، که این در واقع حکومت ایران یک فاز جدیدی در تیتر به اصطلاح تروریستی بودن این دولت باز بشه، یعنی مفتوح شده. این اعدام این مسئله رو برجسته کرده برای افکار عمومی جهانی، برای رسانه ها، نهادها، همه جهان. خب این معلومه که حتی خامنه ای هم وقتی مسئله مرجعیت پیش اومده در اینجا دخیل داره، همین تصمیم گیره که به تاخیر بندازن، فریبش بدن، نذارن خانواده رو تهدید کنن که مبادا بگه، بود خانواده هم میگه واقعیت اینه که مقاومت رو طوری نکردن و بعد تمکین کردن، نماز گذاردن و سعی کردن صراحتا بهش نگن و این رو به اصطلاح به هر حال رژیم تونسته. ولی اگر اینا میتونستن اخبار آخرین لحظه بدن، بازم رژیم ممکن بود نتونه، ولی به هر حال اتفاق افتاد. ولی در مجموع اینا باعث شد که رژیم به عنوان رژیم کانگستری که آدم میرباید ترور میکنن، دستگیر میکنه، اینطوری به اصطلاح مسئله رو خاموش میکنه و پنهان سازی میکنه، که انقدر دروغ هم هست که دم خروس از هر جهت میتونه بیرون بزنه، چون مشکل همه اینا رو حفظ کردن و حتی میتونه رابطه سیستانی رو با ایران، البته اونا بسیار محافظه کارانه، یعنی چون منافع مشترک دلیلشون خیلی مسکه، دلیلشون بیانشون اینه که رژیم تکسیب میکنه. چرا؟ برای اینکه رژیم تکسیب کرده. خب رژیم میخواست غیر از تکسیب یه چیزی به شما جواب بده،
خب رژیم معلوم بود که تکذیب خواهد کرد، میگه تردیدی بود. خب اونا هم نمیخوان با رژیم درگیر بشه، منافع دارن، مسائل مشترک دارن توی اوضاع ها با هم اینا، ولی افکار اون به هر حال خیلی مهمه که بتونه این بمب انفجار که رژیم فکر میکنه چاشنیشو بیرون کشیده ولی معلوم نیست این حادثه اتفاق بیفته، میتونه در واقع مسئله رو باز کنه. و به نظر من رژیم به عنوان یک رژیم طوری میدونی که در رسانه ها اینو مثلا در یک نوع در قیاس البته اون فرق میکنه، اینم فرق میکنه با جمال خاشقچی مقایسه کردن، یعنی اون رژیم تروری که اونجا کرد در عربستان شاخص بود دیگه در سطح کل جهان، در تاریخ شد در تاریخ این اخیر یک دولت بیاد اونطوری بسا ترور کنه مخالفش رو قطع قطع کنه بعد ببره و این داستان به عزید و فلان اینا خیلی تکان دهنده بود. این هم در واقع چیزیست، یعنی یک سطح دیگه به یک شکل دیگه همونطور رژیمی که اینطوری بسا تروریستی آدم میره باید میبینیم که فقط این نیست، اون دیگران هستن همه رو بسا دوزیده، الان هم کسای دیگه هستن دویان با زباره اینطوری. بعد رژیم گروگانگیر، یعنی رسما رژیم برای اینکه شانتاج بکنه توی مسائل سیاسی بازگیری کنه متوسط شد. این البته ارتباط داره با ماهیت رژیم که به شدت پوسیده شده در طول این 40 سال، دیگه چه اهرم های دیگه ای نداره، به اینا متوسط میشه که چگونه به اصطلاح گروگانگیری میکنه رسما به خاطر اینکه بازگیری کنه، بازگیری سیاسی در سطح جهان در کشورها، و چگونه به اصطلاح آدم میره باید برای اینکه اپوزیسیون دیگران رو به اصطلاح بترسونه، مردم بترسونه و بعد بازگیری کنه. یعنی به یک مسیر بسیار انحطاطی و بسیار خطرناک افتاده و بسیار البته شکننده در عین حال. چنبندی است که ما میتونیم از ماجرای زم به عنوان که رژیم یک رژیم تروریستی زیر نگین نگاه جهانی قرار داد و کانگستری و قاتل و بسیار بسیار رژیمی که هیچ حرفی رو نمی‌کنه، فقط بازستانی میتونه بکنه. توی این میشه اضافه کرد که در واقع یکی از چیزا مثل خود نوید افکاری مسئله یک کمپین و کارزاری برای دفاع از زم یا علیه اعدامش میتونست تا حدی شکل بگیره، حتی جناحایی در درون خود حکومت رو هم علیه این قضیه براشوبه، حداقل وارد کنه، که ما شاهدیم که یه سری از این به اصطلاح اصلاح طلبان و گروهایی هم علیه این اعدام در واقع اعدام بیانیه دادن. در این حال خودش میتونست این کمپین مبارزه علیه اعدام رو تا حد زیادی تقویت کنه. یکی از چیزام اینه. و شایعاتی هم هست که خود بیت رهبری اینقدر سوراخ سوراخ هست و خود نهادهای موازی ادامه پیدا کردن این دادگاه و ادامه پیدا کردن خود این داستان پرده های بیشتری رو بالا می زد از در واقع این درزهای اطلاعاتی که حداقل تا حد زیادی انعکاسات شما در آمد نیوز و صدای مردم می دیدیم. و خود این قضیه این شکاف ها حتی میگن پسر جوان خامنه ای رو هم که وارد شده بود و اینا و صحبت می کردن، اینا هم در واقع چیزایی هم که میشه گفت که اهمیت داره بهش بپردازیم. مورد دیگه‌ای که در واقع باز در فضای سیاسی امروز ایران جهان هست مسئله این مذاکرات با ایالات متحده است و سرنوشت برجام. یکی از رئیس کمیته در واقع روابط خارجی بریتانیا گفته بود که به رغم نیت خوبی که هست برجام یک توافقی بود که بر پایه‌های ضعیفی بنیاد بنا شده بود و به نظر میرسه که مرگش اجتناب ناپذیره و میگه که باید یک کاری بکنیم که یک جایگزینی برای برجام به دست بیاد که مسائل امنیتی منطقه هم در واقع شامل بشه. و میگه که فکر میکنه که این گزارشی که تا الان اینها به دولت بوریس جانسون دادن و چیز اینه که این در واقع برجام چیزی ازش باقی نمانده و قابل ترمیم نیست و باید از طریق مذاکرات دولت‌های اروپایی و ایالات متحده
توافق تازه‌ای رو بر همون پایه چیز کنن که مسائل امنیتی منطقه هم توش باشه. از او بر ما شاهدیم که دولت بسیار شادمان از این که به اصطلاح ترامپ رفته بایدن اومده و مسئله در واقع لغو تحریم ها در دستوره و خود خامنه ای هم از لغو تحریم ها با همون زبان استعاره ای خودش فوری و فوتیش استقبال کرد. ارزیابیتون چیه از این مسئله مذاکرات، مسئله برجام و تأثیراتی که میتونه در آینده سیاسی داشته باشه؟ چقدر این بر یک حباب، این آرزوها و این انتظارات بر یک حباب استواره؟ در مورد برجام واقعیت اینه که در واقع با پایان رسیدن دوره ترامپ رسالت اروپا برای حفظ برجام به پایان رسید. یعنی برجام در واقع شیشه عمرش همین بود که بایدن که میاد یا اوضاع که عوض بشه، اگر عوض میشد که شد دیگه، اروپا در واقع پاسداری از این برجام و به خاطر اینکه بتونه بسا نظارت کنه و نگذاره حکومت ایران از مرزهای خط قرمز عدول کنه، با توجه به اینکه فشار حداکثری ترامپ این دریچه رو باز گذاشته بود، یعنی یک تاکتیک بسا حساب شده ای نبود که بتونه همه حوزه‌های در روی حکومت رو ببنده، فشارها رو یه جهت بسا سرریز میکرد به جامعه، به حکومت، البته به جامعه میکرد که به حکومت هم برسه، یعنی تفکیک هم به اینا قائل نبود و فشار حداکثری که خودش هم هیچ نقطه ثابتی نداشت، تا الان باید تکثیر میشد، حداکثرتر میشد، بیشتر میشد، گسترش پیدا. این سیاست دیگه دورانش تمام شد به خاطر اینکه حکومت به صورت عوض شد، در آمریکای رئیس جمهور عوض شد، از یک طرف دیگه اون حداکثری نتونست ایران رو به صورت وادار به تسلیم بکنه در حوزه هسته‌ای. ضمن اینکه خود برجام با توجه به اینکه مشمول مرور زمان شده بود، در واقع داشت غروب، به قول همون بندهای غروب که معروفه، دیگه نمیتونست، و با توجه به سیاست هایی که بعد از برجام حکومت در منطقه، در عرصه های تروریسم، در عرصه های گوناگون، مثلا بحران آفرینی، مداخله میکرد، فعالتر شده بود دیگه، و رژیم هم در واقع گوشش بدهکار نبود به هیچ مسئله ای، اینا باعث شده بود که کلا برجام در واقع توی قول معروف حالت بالینی و در یک محیط مثل مصنوعی، تنفس مصنوعی در واقع به اصطلاح معروف، اینو نگرش دارن، حفظ کنن، و این دوراش تمام شده. منتهی مراتب با مناسک خاصی باید تمام بشه، به این معنا که یه دفعه نمیتونن بگن این تمام شد، هنوز چیزی به دست نیومده، باید تاخت بزنن، پیوند بزنن بین این و اون چیزی که باید برویه بر بدن این. خب این چیزیست که الان همه دارن، اروپایی ها تمام تلاششون اینه که همینطور بلا فاصله از به اصطلاح بایدن دعوت کردن که باز کرده اروپا، جلسات فوق العاده بود، داشت نشستاش فعال کرد، رئیس دولت اروپا، اتحادیه اروپا دائما این بحث رو مطرح میکنه که الان باید همه بتونیم همبستگی ایجاد کنیم، اجماع جهانی ایجاد کنیم، هولی مسئله، یعنی خم شدن روی مسئله برجام که هیچ فرصتی از دست نده در همین فرصتی که دوره انتقال قدرت در آمریکاست. ببینید این مسئله، پس بنابراین این رژیم هم اینو میدونه، بازی رو خامنه‌ای هم تو همین صحبتاش هم گفته، یعنی هیچ کسی کسی ندونه نیست، میدونن که این برجام اونا منتظر فرصتی هستن که تکمیل بشه و اون کم و کسری هاش از بین بره، و خود بایدن هم اینطوری فرموله کرده بود که نقطه جدیدی برای مذاکرات بشه بازگشت برجام، یعنی مسئله سراتش. اخیرا هم مشاور امنیتیش این حرف رو مطرح کرده که با فشارها ما نمیتونیم اون فشارهای گذشته اینا رو نادیده بگیریم، و الان ببینیم مثلا پارلمان انگلیس هم مثلا الان همین کارو میکنه، به اضافه دولت و نهادهای دیگه چی، پارلمان هم تحریم ها رو زیاد کنیم، فشار ها رو زیاد کنیم، پارلمان اروپا تحریم ها رو وارد کرد، یعنی خود اروپا الان انگار که منتظر بود که بایدن بیاد و ترامپ بره و تحریم ها رو وارد در دستور کار کنه، همین الان اصلا وارد شد،
قبل از اینکه از خود برجام بیاد تحریم وارد شد. و حکومت اسلامی هم که حکومتی است که از قضا از همون است که قبلا اشاره کردم میزنه کوزه شیر رو میزنه در لحظه اساس میریزه زمین میشکنه و بهترین فرصت و اصطلاح بهانه رو مستمسک و کنار احتیاج داشتن در همین ترورهاش، در همین گروگانگیری، سیاست به اصطلاح بازگیرانش و تحریک‌آمیزش، مثلا همین طرح هسته‌ای که تو مجلس تصویب کردن که در واقع یک جور اساس منو بگیره، یعنی ما میخوام بم درست کنیم، یعنی با این حرب اصلا وارد شدن، زمان بندی خروج فلان را از در واقع برجام، حتی از خود به اصطلاح اون الحاقی وزارت بازرسان سازمان ملل لغو کردن و غیره و غیره، غنی سازی و همه اینا رو تصمیم گرفتن یک کاسه و شاهدش هستیم که اینها رو هم گذاشتن روی میز به اصطلاح چان. ولی این سیاست فرار دهنده است، وحدت بخش که نیست، یعنی بیش از پیش اون نگرانی که همیشه وجود داشته نسبت به ایران که در واقع به هیچ چیز پابند نخواهد بود و خطرناک اگر رهاش کنیم و اگر چارمیخش نکنیم، به این نگرانی از قضا دامن میزنه، یعنی خودش با دست خودش در واقع کار سیاست اینه که همیشه نگرانی رو برطرف کنه، ولو اینکه به لحاظ سوری ظاهری ایران درست برعکس میکنن، دامن میزنن. این تاکتیک در واقع تاکتیکی است که هر چی بیشتر گلوی خودشون رو میفشاره، اجماع جهانی رو، فشارهای جهانی رو تحسین میکنه و برجام به اصطلاح اول و به برجام دوم تاخت بزنن رو بیشتر میکنه. کما اینکه همین اعدام به اصطلاح قتل در واقع زم به این شکلش در واقع این مسیر رو هموارتر کرد، چون گره خورده با همین مسائل و حقوق بشر که به هر حال دکور اینها هستن و در پارلمان اروپا مخیلا تصویب کرده که از این در دور جدید قطبندی جهانی میخواد به عنوان یک به قول معروف برند حقوق بشر اروپا در مقابل قطبای دیگه مثل چین و آمریکا، که به هر حال برجام هم به هر حال اونجا ما میدونیم که مثلا در مورد اون چه دعواهایی هست و در مورد حقوق بشر هستن مسئله نبود برای ترامپ. خب بخشی از آمریکا هم تقسیم شده، ترامپیسم هم اونجا نفوذ داره، یعنی تو آمریکا هم خیلی نمیتونه از حقوق بشر مثل اروپا از ذر خود اروپا به هر حال این رو تبدیل میخواد بکنی به برنده برای این جهانی سازی و قطب شدن، قطبندی های جدیدی که اتفاق میفته. در همین رابطه هنوز چی نشده در واقع در مورد ایران رو به کار گرفت و درخواست مثلا تحریم ها و اینا رو کرد. البته فعلا تصمیم ها الزام آور نیست پارلمان اروپا، ولی خب مقدمه است دیگه، معلومه و فشار و اینها مسیری که داره طی میشه. این یک طرف. یک طرفش اینه که یک ماجراهای جدید اتفاق افتاد در صحنه این موضوع و اون اینه که خب روحانی مدت ها بود که تحت عنوان که بایدن میاد خودمون باید آماده کنیم برای مذاکره داشت بحث میکرد و با دومش پشکم میزد و کشورهای بسیار رقبای خودش هم شدیدن به این مسئله حساس بودن و سر این جنگ حیدر نعمتی بزرگی رو ایجاد کرده بودن. اصلا اینو تبدیل کردن به یک مسئله اصلی که دوباره درس نگرفتی، فلان نگرفتی، بعد از 15 سال بعد از این همه خیانتات فلان اینا دوباره داری ساز میزنی و ساز جدید سازش بدون. این مسئله خیلی داغ شد بینشون و اونم میگفتش که حتی آخرش که شعارش شد که حتی یک ساعت هم نباید عقب بیفته برجام، یعنی اینا میگفتن دولتی که ورشکست شده همه چیز میخواد همه اینا رو در واقع در روزهای آخر دوباره برای خودش یه حیثیت آبرویی ایجاد کنه و این ماجرا. البته اونام چیزی نخواهند داد و دوباره فیلش مثلا یاد این دوستان کرده و این تحریم ها یادش رفته که علارغم اون توافق ها چگونه ایجاد شد. اونا به هر حال یه جنگ بزرگ ایجاد کرد که خامنه ای خب وارد صحنه شد، مثل معمول که معمولا جنگ های را میندازن و گرد و خاکی بالاخره میاد یه گوشه ای رو میگیره و سعی میکنه به سبب مسئله رو کنترل کنه، جهت بده و مدیریت بکنه. این چیزی بود که میشد انتظار شده و اتفاق افتاد. همینطور که میدونیم خامنه ای اومد با همون زبان خودش به قول خودت استعاره ای در مورد مسئله
این موضوع اظهار نظر کرد و حتی همون کلمه یک ساعت هم به کار بود، یک روز هم رو با تأخیر بشه. در مجموعه بسیار پکیجی که سخنرانی ایجاد کرده بود تمام جنبه ها رو بسیار داشته باشه، این کار کرد که از ذر خودش بسیار مدیریت هم بده، هم در واقع با تحریم ها رو ما خونسا کنیم، سیاست هستیم بد باشه، هم در این حال اگر امکانش وجود داشته حتی یک ساعت هم نباید ادامه داشته باشه با اونها در واقع بشکنیم و تحریم ها را تحریم مذاکره، در حالی که قبلش گفت مذاکره نباید بشه اون دوره در واقع ترامپ اینا هست ممنوع فلان. حالا معلوم شده که خب همونطور که میگه عزتمندانه رو به کار برده، نرمش عزتمندانه، خب دیگران هم مثل که یک خوشخوشان شده، مثلا تاجزاده اینا بلافاصله تبریک و که از رهبری ستایش که من در گذشته انتقاد میکردم ولی حالا از این مثلا روی کرد اشتفا میکنیم که مردم مثلا بدبختی و کشور اینطوری ایناست که خب این مثلا که بویا درک کرد، و در حالی که خود این ماجرا و تبدیل میخواد بشه به یک عوام فریبی بزرگی دوباره بساط جدید رو رابطه حول این مسئله. واقعیت اینه که برخلاف به نظر میرسه اون تفاصیلی رسمی که تو رسانه ها هست، رسانه های داخل، خارج، اپوزیسیون، غیر اپوزیسیون، حتی هر کدوم با روایت ها و زاویه های خودشون، این که یک دعوای بزرگی بین جناح ها هست در این مورد که یک طرفش میگه که باید تحریم ها رو، مثل که داره رسما میگه که اصلا باید تحریم ها ادامه پیدا کنه، اصلا چرا مثلا بایدن میاد، چرا از این فرصت باید استفاده کنیم، باید همون سیاست ها رو بتازیم و بریم و اینا، یه جناح اینطوری میگه، یه جناح میگه باید بیایم تازش کنیم استفاده کنیم، میگه دیوانه هستیم وضعیت اینطوریه و اینا، یکی هم این جستو بگیره. مثلا این دوگانه سازی خیلی مثلا مصنوعی و اینا، رژیم که مثلا صحنه آرایی رو داره میکنه خیلی هم دنبال همین رو میگیرم اینا خیلی جدی میگیرم، در حالی که تضادهای وجود داره ولی محدوده های معینی فقط عمل میکنه، یعنی کل سیستم کل نظام منافع مشترکی داره، پیوندهای اخوت دارن با هم، تاریخی دارن با هم، میشه اینا. اینجاست که ما شاهد این هستیم که پشت این صحنه یه سناریوی رژیم داره پیش برد، این هیاهویی که کرده، این گرد و خاک بین دو قطبی سازی، و بسیار از رسانه ها ممکن دنبالش برن و تمام که داخل که خب اصلاح طلب ها هستن آگاهانه و عمدن دنبال هم چیزی بودن، مثل تشنه ای که در بیابان به یک قطره آب، به یک قطره میرسه، چجوری به اصطلاح خوشحال و هیجان زده میشه، اینا هم گویا رسیدن به یک به اصطلاح نجاتی، به یک به اصطلاح آبی چشمه ای، طوری نوشته هاشون و تحلیل هاشون همشون در عرض به اصطلاح یک طرفت العین در یک لحظه ما ببینیم که اینو نشون میده. اصلا یه صحبتی که مثلا رهبری اومده گفته که نمیدونم حتی یک ساعت هم اگه لازم شد نباید بکنیم. ببین این مسئله ما باید یادمون باشه که خود روحانی و موقعی که میخواستن بیارن برجام بعد از احمدی نژاد، رژیم مدلول بود جام زرتشتی، چی جوری کردن؟ رفتن جانه رو گذاشتن کنار، آدم های اصلی گذاشتن کنار، مهم ها رو خود خامنه اینا و دستگاه اصلی قدرت مرکزیت شد. قدرت در واقع سازمان داد، مدیریت کرد که چگونه مثلا از دل این کانده هایم که نمایش میدن میذارن رو صحنه، دعوه ها همه اینا هست که روحانی رو در واقع بیارن. روشن بود که روحانی در واقع در میان رقبا برگزیده شده است برای این دور، هم به لحاظ برای امتحان پس داده سر گذشته، هم به لحاظ اینکه از دیپلماسی و شرایطی که باید با قدرت های بزرگ در این دوره بشمه، مثلا احمدی نژاد اصلا این کاره نبود، نمیشد، دورش هم زده بودن این کار بکنه. منتها اون موقع دورانی در حال مثلا روحانی در حال عروج بود، اومدن به صحنه، حالا در حال غروبه، یعنی تاکتیک انطباق داره با روند عمومی یک دستسازی قدرت رژیم و صحنه‌ای که چیدن که اصولگرایان قدرت رو اساسا قبضه کنن در دور بعدی در قوه مجریه هم که تمام قدرت‌ها رو به اصطلاح بگیرن احاطه داشته باشه، ولی در این حال خود روحانی که الان در حال غروبه، یعنی 7 ماه دیگه میره و خب زیر فشار هم هست، دستاورد، نارضایتی، چه چیزی بهتر از اینکه محلل بشه، یعنی اون چیزی که خامنه‌ای در واقع سناریوشو داره پیش میبره و اون جناح
اینه که چرا همسویی نکنه با کسی که بدنامی هم باشه به حساب اون ریخته بشه، شکست هم بخوره، چون مذاکرات هم که هندونه باز نشد معلوم نیست نتیجه بده نتیجه نده. بعد ظریف و اینا آدم های کارکشته شناخته شده دنیا چجوری اون رو میتونه فریب بده؟ هر کسی بیاد که نمیتونه به این سادگی یک سال دو سال دیگه بعد عقب بیفته تا بیاد، تازه اگر هم بخواد هموار کنه راه برای مذاکرات. خب اینا حاضر آماده هستن، هیچ در واقع آدمی که یک جو عقل داشته باشه حکومتی معلومه که این فرصت از دست نخواهد داد. خلل قاعده خود این تبدیل میشه به یه محللی که هم خودش راضی میشه که پایان این ریاست جمهوریش این کاری کرده، هم در واقع مثلا توپ انداخته خامنه تو زمین. اینا میتونن این کار صورت بگیره اگر صورت گرفتنی باشه، امکانش وجودش باشه این مصالحه، چون رژیم باید متوجه بشه بحران اقتصادی معیشتی فروپاشی اقتصادی و فشارهای ناشی از این مسئله بسیار جدی است، بسیار بسیار اساسی. یعنی اینو حکومت بعدی باید بیاد بلافاصله پاسخ بده، اصلا آچمز میشه در مقابل چنین چیزی. پس بنابراین بخشی از تدارکی میتونه حکومت بعدی هم باشه اولا، و بعد به این شکل داره اتفاق میفته. یعنی سر شطور رو وارد کردن مذاکره فلان به این شکل، که البته معلوم نیست اونا امتیازات میخوان، نام امتیاز بازگیری همه این بحث هم که اشاره کردیم دعواست اینجا، ولی در این حال این مسئله روشنه که اینها میخوان به عنوان یک محلل از استفاده کنن. ولی ما یه چیزی رو هم باید اینجا فراموش کنیم، و اون اینی که رژیم، بعضی هم این تصور دارن که گویا رژیم یه از دعواهای داخلی و جنابندی ها که تمام شده براش، نه، رژیم یکی از بحران بین نظام و دشمن، یعنی نه صلح نه آشتی، این استراتژی که براش جزء بسیار ساختار وجودیشه. یعنی شما نمیتونید رژیم حکومت اسلامی رو تصور کنید بدون چنین منازعاتی دشمن نظام، چون مجبوره به این اهرم متوسط بشه، که خارج از بحث منه، در گذشته من گفتم گاهی بحث کردیم ولی باید خیلی بیشتر بپردازیم، چون بسیار سوء استفاده میشه از این اهرم افکنی میشه، گویا میشه مثل آشتی کرد آشنا کرد. نه، رژیم ساختارش اینه، از یک طرف دیگه باید بازنمایی کنه جامعه رو به شکل متظاهرانه، مثلا در کشورهای بلوک غرب بازنمایی میشه، اونجا هم نمایندگی و مردم اینا دولت ها اینا احزاب مردم بازنمایی میکنن، اراده شونه که واقعا بازتاب نمیدن که خواستاشونو بازنمایی میکنن. ولی در اینجا بازنمایی اصلا تقلبیه، تظاهری از اولم بوده، حالا هم شده، بیشتر هم شده، هر چه حکومت هم اومده میبرد بیشتر شده. یعنی بازنمایی نسبت به خواستای جامعه فاصله بیشتر شده، همین دولت ها، همین شورای نگهبان، همین مجلس، اصلا هیچ رفت. ببین اینجا هم حکومت مجبوره برای بقا باشه، هیچ حکومتی نمیتونه جامعه شکاف داره از بازنمایی در، چون بلافاصله اپوزیسیون و دیگران این شعار خواهند گرفت و قطبندی ها نیرومند میشه و رژیم اصلا تمام تلاشی که چنین چیزی صورت نگیره، قطب مستقل. پس بنابراین این سعی میکنه از دل روندهای جدید جناهای جدید بیافرینه، یعنی یه دی تصفیه میشن، اونایی که در گذشته دیگه امتحان پس دادن یا دیگه اصلا به درد نمیخورن، خیلی به اصطلاح با رژیم الان نمکیترن و پیوند خوردن، ارتجاعی ترن. مثلا الان میبینید بخش های راست اصلاح طلبان حالا مانیفست دارن میدن، وارد شدن مثلا کارگزاران فلان، ببین چه خبره، چه کسایی، حتی از نمیدونم کاندید اجاره اینا داره صحبت میکنه همشون، یعنی اگه خودم هم کاندیدات چیزی مهم نیست، اصولگرایان رو به نشون انتخاب میکنیم، اونایی که هستن برای اونا، چون به هر حال باید سیاست ورزی کرد، بعد در انتخابات چی کرد، یعنی صندوق اونا باید ترک کرد، این تنها ابزار بقاست و باید وجود داشت اینجا. خب پس بنابراین مسئله این نیست که مثلا اصلا انتخابات قهر کنیم و فلان اینا، بعد مثل گربه مرتضی علی هر نوع که رژیم آرایش داد صحنه انتخاباتو اینا وارد این مهد میشن میفتن اونجا چهار دست کن. پس بنابراین مسئله مهم اینه که رژیم هم از بازنمایی ها و بساط های اینطوری و تولید جناح بندی های جدید با شکاف ها و سلیقه ها و اختلاف ها بین باند ها، این جزء سازوکارشه، هیچ وقت هم نمیتونه جلوش بگیره، هیچ رژیمی هم نمیتونه جلوش بگیره. ضمن اینکه یک مسئله هم روشنه، خامنه وقتی اینجا وارد مداخله میشه، علی رغم اینکه از یه طرف اونها رو پیش میده مجلسو که اونطوری در واقع در مورد طرح هسته‌ای و اینا به عنوان شانتاژ، به عنوان اهرم
چانه‌زنی و باجگیری ازش استفاده بکنه، به همونها اینجا یه جوری بگه که ساکت در مورد مذاکره، چون اینا همین خیز رو برداشته بودن شدید که اصلا مذاکره و دو قطبی کنن بین مذاکره و غیر مذاکره. خامنه‌ای دو قطبی رو، ضمن اینکه خامنه‌ای میدونه که اگر جناح بندی ها وجود نداشته باشه بالانس ایجاد نکنه، قدرت مطلقه هم وجود خارجی نخواهد داشت. او در واقع میزنه بر سر اینها با نزاهای اینا، ولی اگر قرار بشه یک جناح، یک دست، یک بان تمام قدرت مطلق بگیره، اون موقع خود اینم تره خود نخواهند کرد براش. یزدی اون موقع تره خود نمیکرد که بعدن شده بود پاچگیر آقا در قوم، در حوزه علمی یا به اصطلاح مذهبی ها اینا، محمد یزدی رو منظورم، یا یزدی یا همه شون، یعنی آخونده همه شون اینطوری هم بسپاه یزدی من. ببینید اینها در شرایطی در واقع خامنه‌ای برای اینا میتونه اتوریتش اعمال بکنه که این دعوا هم وجود داشته باشه در اینا، وجود نداشته باشه این کار هم نمیتونه بکنه. پس بنابراین همه اینها یک مجموعی هستن که میتونه این فرضیه رو تقویت کنه برخلاف این داستان قالب که خود حکومت داره یک سناریوی پیچیده ای رو، این احتمالش هست کاملا، باید هوشیار باشیم چون 92 هم این کار اتفاق افتاده، به شکل دیگه ای از روحانی و روحانی هم در واقع جای بازی رو بکنه و بقیه مسائل هم که به رفع رژیم اصلا هیچ کاری نکنه، در مورد همین زندانیا لال بشه، در مورد قانون اساسی که رئیس جمهور مسئول همونطور که خودش گفته لال میشه، گفته که شورای نگهبان این دست ما بست از ما چه انتظاری است، در گفتگوی اخیرش گفت و همین جدید کرد مصاحبه کرد گفتگو گذاشت، روحانی همینا رو مطرح کرد. یعنی از من انتظار نداشت در حوزه های دیگه کاری بکنم، حوزه من همین خواهد شد که مثلا مذاکره رو اینو تبدیل کرده به قول من پرچم این دورش که همسو هست، منتها اون اجازه هم نمیده که روحانی خامنه‌ای هم بعد اضافه کرد به این مجموعه بحث، اجازه هم نمیده که به سبد اصلاح طلبان ریخته بشه، چون اگه خودش بره کنار مخالفت کنه به سبد اینا ریخته میشه در جامعه. الان میگه که خودم دارم رهبری میکنم، متعال نمیذارم شما قش کنید اونور، یک دو سه چهار همونطور که گفته چهار تا نکته رو گفته، بعد اجازه نخواهم داد. پس بنابراین میبینیم که قشنگ یک چیز سازمان یافته مهندسی شده با تجربیات که قبلا هم طی کرده این اتاق فکر خود خامنه‌ای و این بخش اصلی، البته با همدستی خود روحانی که همه اینا رو به عنوان یک مقام امنیتی کار کشته و به اصطلاح چی میگن استخوان شکسته، اینا میبینه که این ماجراها رو میدونه پشت صحنه چقدر هست، رهبری چجوری رهبری میکنه و این مسائل چگونه شکل میگیره، همه اینا رو میدونه. پس بنابراین اینا در واقع در یک نوع همسویی با هم یک چنین چیزی رو تلاش میکنن که شکل بدن اگر اوضاع بر وفقش بره، اگر مثلا فرض کن فشارهای خارجی نخواد مثلا اینها رو به بنبست برسونه، اینا میخوان یک نوع سازش بکنن در خارج به این شکل کنترل شدهش، نه پایدار، نه جنگ، نه صلح، استراتژی سر جاشه، و در داخل مسئله اصلیشون هم اینه که مردم سرکوب، اعدام، مشت آهنین، چون خطر اصلی از کجا برمیخیزه؟ از داخل برمیخیزه، یعنی مردمی که اونجا هستن و هر روز مثلا وجود رژیم و عوارضشون مثلا همین واکسن چگونه میبینیم، همه کشورها دارن واکسن تولید میکنن میزنن، ایران میگه ما از ارز نداریم، اصلا معلوم نیست، یعنی عمان یکی از عقب مانده ترین کشورها و بدبخت ترین کشورها. خب مردم این وضعیت میبینن، اقتصاد، تورم، همه اینها، اینا مسائلی هست. اگر بعد مسئله نفت و اینا هم یک دعوایی است که الان دوباره حاد شده که اینا هم اگر فرصت شد میتونیم صحبت کنیم. یعنی با توجه به شما میشه به همین نکته رو فقط اضافه کرد که در واقع جنبش دیماه 96 و جنبش آبان ماه در واقع پایان پروژه اصلاح اصولگرایی رو رقم زد و کلیت نظام رو در مقابل اصحان آورد و تا حد زیاد این تلاش ها برای بازنمایی و در واقع بازتولید آن جبهه‌بندی های قبل از 96 تا حدی به اوضای وسیعی که داره که در مقابل اون هست، که یک ویرانسازی ویران شده ای هست که از این سیاست حکومت اسلامی گرفته، به این لحاظ بودجه
جدیدی که برای 1400 تهیه شده بودجه بر درآمدهای خیالی، درآمدهای عجیب و غریب فروش نفت با قیمت 40 دلار و در واقع تقویت نهادهای امنیتی و نظامی و افزایش بودجه های نهادهای روحانیت و در واقع عقبه روحانیت تا حد زیادی. اینجا حقوق اکثریت مردم، مسئله صندوق تأمین اجتماعی، بدهکاری های دولت به اینها و مسائل مختلف که تا حد زیادی در ابهام هست. ارزیابیتون از این قضیه چیه و از این جنگی هم که در واقع بین دولت و مجلس هست به عنوان حداقل نمادی میشه گفت که خود عدم حضور رئیس جمهور در مجلس برای تقدیم لایحه بودجه و رفتن قالیباف از زمان در واقع اعلام کنون چیز بودجه توسط معاون رئیس جمهور نشان دهنده اینه که چیز جدی در میان نیست. ارزیابی شما چیه؟ ببینید مسئله رو باید در یک روندی قرار بدیم. ببینید ما این روشنه که الان حکومت مصممه که در انتخابات 1400 یعنی 6 ماه دیگه از 5 ماه دیگه از همه یعنی باید دیگه شمارش معکوس شروع بشه. خب حالا کرونا و شرایط این مقدار بهشون مثلا امکان داده که خب این مسئله رو تا اونجایی میتونن داغ نکنن قبلش، هرچی دیرتر بهتر، چون ممکنه شرکت نکنن، مردم خیلی انزوا داشته باشن و سعی میکنن که این اتفاق نیفته. مثلا نظر خودشون ببینید مسئله برسه که دولت بعدی وقتی میاد بعد اقتصاد داشته باشه، بعد درآمد داشته باشه و الا همون اول در واقع بکسوات میکنه. اصلا همون اول لحظه ورود مردم خواست ها انتظارات در اینجا میخواد، یعنی پروژه اینه که از یک طرف اونها بیان، از یک طرف دیگه از طریق وضعیت موجود گشایش ایجاد کنه، نفت از این حالت در بیاد، از همین تحریم شدگی و فلان تو مذاکرات، یعنی اونها بتونن با افتخار با تاج بر سر پولی دارن فلانی دارن، اصطلاح شعار عدالت و دوره که احمد نژاد نام داشتن آزادی رو بکوبن در تقابل قرار دادن این دوتا، بعد آزادی که هیچی قربانی مسلخ همه اینا سر جاشه اصلا اون دیگه مطرح نیست، ولی در اینا بعد یه چیزی از نظر اقتصادی همونطور که هی دائما میگن اینو بعد داشته باشه جامعه رو کنترل کنه، ولی نمیشه. هیچ حکومتی قانون آهنینه، شما یه ماه دو ماه میتونی بکنید، ولی مسئله اقتصاد شوخی بردار نیست، فرد شوخی بردار نیست، انفجار صورت میگیره، انفجار معلوم است نتیجه چی بشه خروجش، ولی اصل انفجار که نزد تاک مارد نشانه نزد تاک نشان چیزیست قطعیه، هر حکومت یعنی روشنه رژیم به همین دلیل باید یک گشایش یک ایجاد بکنه در این اقتصاد مقاومت داخل تولید، خودشون هم میدونن که نه حرفه، شما بدون پیوند با جهان و سرمایه های جهانی و تکنولوژی جهانی و صادرات و واردات و حتی کشورهای مثل عراق اینا رو شما نمیتونید پولتون وارد کنید. همتی گفت عراق دوباره مسافرت کرد براق و عراق نزدیکترین متحدش که اونجای ایران اصلا حکومت میکرد یه جوری نفوذ داشت، خب الان افکار عمومی خیلی داشت برای اینکه، ولی هستن هنوز احزاب و گروه ها و تروریست ها و اینا که اونجا هستن، ولی حرف اینا رو گوش کنن تا دولت هم ببین در یه چنین کشوری نمیز پولش بیاره، درآمد های که صادرات خیلی عمده هم داشت 10 میلیارد و 12 میلیارد و برق و غیره و همه چی کشاورزی و فلان. ببینید با توجه به همه اینها شما میبینید که این اینقدر به استیصال داشت. خب حالا این حکومت میخواد مسئولیت مستقیم به عهده بگیره، باید پاسخ خوب باشه و الا مثل آوار میره سر خودش. خب این میخواد برنامهش اینه که نفت آباد کنه بگیره فلان اینا و بعد اینو تبدیل کنه به اصطلاح به تنخواهگردان دولت بعدی به وسیله دولت در حال احتضار کنون در این دوره بعد از صورت بگیش. این پروژه است، بحث من اینه. حالا با توجه به این مسئله این دعوای دیگه هم هست، دعوای اینه که نفت و دولت روحانی به هر حال وجود داره و برنامه ریزی میکنه و خب سازمان برنامه روزی خودشو داره و
فرهنگ و کارهای اقتصادی و رویکرده و منافع خودشو داره. هر حکومتی هست کارا رو میکنه وقتی قدرت یا مسئولیت دستش باشه در اون حوزه های ویژه، آدم های خودشو میاره. این مسئله در این ها که اونام خیلی کمک میکنه، ولی به هر حال اینا ها این اتفاق میفته. این هر دولتی بیاد، احمد نژاد بیاد یه جور دیگه، این بیاد یه جور دیگه، اینا دولت در واقع حساب باز کرده رو همین مسئله نفت که الان اونا روش سرمایه گذاری خدا کرده. من خامنه‌ای معلوم شد که میخواد روش سرمایه گذاری بکنم خدا، برخلاف اونا گفتم ببندیم خودمون بیایم بازش میکنیم مثلا که بتونیم، ولی خامنه‌ای میدونه که شدنی نیست بشه مسئله. خب باید هم پاسخ بده به جامعه، به فقر، تباهی، بدبختی، اقتصاد، کارخونه ها و شکستگی، همه چی. ببین حتی واکسن که نمیتونه کسی وارد کنه معلومه دیگه. اینجاست که ما شاهد این هستیم که دولت بر مثلا نفت اونجا سرمایه‌گذاری ویژه کرده بر فروش نفت و همه فرصت ها و بتونه اینها رو وارد کنه. حتی روحانی گفته مهم نیست، مهم اینه که خود بایدن بیاد ما میتونیم نفت و فروش رو زیاد کنیم. چرا؟ برای اینکه یه تقلق میشه اون چیزها. خب طبیعی هم هست، یعنی قابل درکی که وقت ترامپ و اون نیروی بسیار کنترل کننده ای که بادکش گذاشته بود لحظات و دقایق و همه جا کنترل میکرد، با کسی که مثل بایدن میاد و با تیمش اینا که اساسا جهت دیگه ای رو انتخاب میکنن، اصلا بدونی که حتی برسن به اون نتیجه در عمل یه مقدار باد خواهد خورد، یه مقدار شل خواهد شد. روحانی حتی اینم میدونه، گفته حتی اونم نخرم با میدونیم اینو فضا استفاده کنیم. یعنی اینو به زبان خودش گفته، آنه بیشی که من بیان میکنم. به همین دلیل اینها در واقع این سرمایه‌گذاری کرده و اون جناح هم میدونه و نمیخواد در واقع این نفت. حالا ما بعد از چون یکی از شعارهای اینا بود که اقتصاد بدون نفت، حالا این نفت بخواد تولید بشه نباید وارد شه دوباره به جیب اونا به دولت فلان نه، باید به جیب همین نهادها، به جیب دولتی که همیشه اونجا وجود داره اختیار، حتی در دولت اصولگرا می وجود خواهد داشت. اینطوری نیست که فکر کنیم این دو تا ادغام شه یکی میشن، اصلا این نم امکان شدن یک چیز ساختاری است که رژیم مثلا با این گره خورده با این جور چیزا. به همین دلیل اینا سعی میکنن که این نفت در واقع همونطور که قالیباف گفته اینو، چون نامه نوشته که به چون کیهان نمیدونه که فشار رو بردن که اصلا به طور کلی کلیاتشو رد کنن چون در جزئیات اصلاح پذیر نیست. این سیاست میخواستن پیش میبرن، ولی از احتمالاً از پشت پرده از اون غیب انگشت غیب میگن میرسه، اشاره شده که نه نمیشه کلیات شدیم چون این بحران سنگین میشه، جامعه حالت بنبست پیدا میکنه، سقوط ارز، سقوط قیمت، سقوط، یعنی الان هم اتفاق میفته ولی منتظر یه بهانه هستن همه اینا که این شتاب بیشتری بدیم و حتی قدرت های خارجی تمعیشون زیاد میشه. همه اینا هست و هم دل با توجه تمام ملاحظات رو میکنم بگم انگشت اشاره سبابه بهشون گفت نه این کار نکنید. حالا این نامه ای نوشته که آقای قالیباف به دولت که هم جدید نوشته، هم امروز انتشار پیدا کرده احتمالا یا دیشب مثلا، که این در واقع شما باید تجدید نظر بکنید، احتیاج داره به اصلاحات اساسی، یعنی خود دولت رو فشار بیارن که خودش بیاره بکنه به جای اینکه این شکاف به این شکل برملا بشه. به هر حال اونا منظورش اینه که این پول رو به هر حال ملاخور بشه یا نشه، کی بخوره، یعنی نفت رو چگونه به صورت جاسازی کنن در این بودجه اومده. نمیخوام به شیوه گذشته جاسازی بشه که هر دولت بیاد اون زیر کنترلش بشه بعد بشه. این در واقع یک نوع دعواست در این به صورت قول گنج و من فکر میکنم که این جناح‌ها در واقع در این مورد همونطور که اتخاذ سند کردم به صحبت خامنه‌ای که نباید بودجه کشور برای نفت استفاده بشه، این سیاست میخوام پیش ببرن، بعد اینو بذارن تو کیسه خودشون و نهادهای خودشون و چجوری خرج کنن و مسائل دیگه. یعنی این دعوا بردم سر لاف و ملاس، اساسا هیچ دیدگاه استراتژیکی تاکتیکی اقتصاد واقعی وجود نداره توش مسائل و ما شاهد این هستیم که این داره اتفاق میفته. درود بر شما فقیه روزبه عزیز و شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری که به چشم‌انداز این هفته هم توجه کنید.